سلام. من لازم قدم رو کوتاه کنم. امیدوارم بتونید منو ببینید. دنیایی رو تصور بکنید که موجودات زنده دست به گریبان با نابودی نیستند. دنیایی رو تصور بکنید که با از آلودگی ها رنج نمیبریم. دنیایی که هیچ دریاچه‌ای به شکل غیر طبیعی در حال خشک شدن نیست. شهرهای ما از مشکل ریزگرد رنج نمیبرن. بچه های ما توی شرایط سالمی رشد میکنن. آمار سرطان به حداقل رسیده. آدم ها دچار استرس های غیر طبیعی نیستن. و مشکلات و نقصان های فیزیکی که از ناشی از آلودگی هاست به حداقل رسیده. خلق چنین دنیایی چقدر غیر ممکن به نظر میرسه و چقدر هزینه بره؟ من فکر میکنم که یک راه حل ارزون برای سراغ دارم که شکلگیری همچین دنیایی رو محتمل میکنه. راه حل من توی این کارتونه. توی این جعبه جادویی من فکر میکنم راه حل ساختن همچین دنیایی رو دارم. چیه توش؟ یه شیشه مربای خالی و یه قوطی کبریت خالی. چطور میتونیم با اینا یه همچین دنیای خلق بکنیم؟ بهتون میگم. چند وقت پیش ما این عکس رو با استفاده از دوربین طلایی گرفتیم که برنده جایزه در واقع بهترین عکس دوربین طلایی جهان به انتخاب مجله بی بی سی وایلد لایف شد. اما چرا این عکس از یوز فرنگ آسیایی اصلا گرفته شد؟ ما یک تشکلی داریم که برای حفظ آخرین بازمانده های یوز فرنگ آسیایی در ایران که فقط و فقط در ایران باقی موندن متاسفانه داریم تلاش میکنیم. کارهای پژوهشی انجام دادیم، کارهای آموزشی از همون ابتدا برای بچه ها انجام دادیم، توی مدارس دوره های مختلف برگزار کردیم، بچه ها رو بردیم به طبیعت برای اینکه زیستگاه یوز رو بشناسن و باهاش آشنا بشن، با چوپونا و دامدارا صحبت کردیم، راجع به یوز باهاشون صحبت کردیم، جشنواره ها و مناسبات مختلف برگزار کردیم، توی آفریقا و کشورهای مختلف دوره های تخصصی گذروندیم تا بتونیم توی ایران روی یوز فرنگ کار بکنیم، از روش های آموزشی مختلف استفاده کردیم مثل تئاتر و روش های خیلی سعی کردیم متنوع و خلاقانه در واقع باشه، نه اینکه فقط از یک روش بخوایم استفاده بکنیم. پژوهش های میدانی انجام میدادیم با استفاده از همین دوربین های طلایی که بتونیم برآورده جمعیت انجام بدیم. یک روز رو پیشنهاد دادیم برای حفاظت از یوز پلنگ، 9 شهریور ماه روز ملی حفاظت از یوز پلنگ ایرانی، که در ابتدا در یک بستر NGO شکل گرفت ولی امسال در بالاترین مقام در واقع ملی با حضور مقامات دولتی و نماینده مقیم سازمان ملل در واقع این ایونت بزرگ داشته شد در کشور. و ماجرای پیراهن تیم ملی که همتون میدونین، در واقع تصویر یوز که روی پیراهن تیم ملی رفت و خب یک اتفاق بزرگ و یک موفقیت بزرگ برای همه ما بود برای اینکه توجه رو به یوز پلنگ جلب بکنیم. اما چرا این جمع شکل گرفت؟ بله، برای حفاظت از یوز شکل گرفت سال 80 که تأسیسش کردیم. اما چرا اساساً علاقمند شدیم به اینکه یک همچین کاری برای یک گونه انجام بدیم؟ ماجرا برمیگرده به خیلی قبلترش، شبیه فیلم بنجامین باتن میخوام شما رو برگردونم به عقب. من از بچه خیلی به حیوان علاقمند بودم. اینجا حیات خونه مادر بزرگمه. خیلی اتفاقات زیادی افتاد در واقع توی زندگی من که باعث شد در واقع این علاقه ذاتی یواشاش رشد پیدا بکنه و به شکلی همچین گروهی و همچین دستاوردهی منجر بشه. اون موقعی که من بچه بودم، من توی شهرکرد به دنیا اومدم و سالهای اولی زندگی من توی شهرکرد بودم. اونجا یه کوهی بود بالای سر شهر که الان متاسفانه شده وسط شهر، چون شهر رشد کرده و دور تا دورش گرفته، که هر هفته با پدرم میرفتیم این کوه. یه سری یادم نمیدونم، فکر میکنم 5 سالم بود، چون مدرسه یادم نمیرفتم، 4 یا 5 سالم بود. رفتیم بودیم کوه و یه دفعه پدر من اصرار کرد، گفت بیا اینو ببین، یه قابال قرمز رنگ با خاله مشکی روی یه بوته نشسته بود، حالا احتمالاً به خاطر سرما کرخ شده بود.
و من خیلی هیجان زده، خیلی قشنگ بود. مثلا تصور کنید یه مثلا طرحی شبیه کفشوزک ولی به اندازه یه دونه سوسک همون مثلا یه همچین ظاهری. من خیلی هیجان زده شدم. پدرم که هیجان من دید گفت میخوای اینو برات بگیرم؟ من گفتم آره، باورم نمیشد. معلومه یه قوطی کبریت از جیبش در آورد، کبریتش رو خالی کرد و سوسکه رو برای من گرفت. من تو اون عالم بچگی خیلی برام جالب بود که پدرم به خاطر اینکه اینو برای من بگیره کبریتش رو خالی کرد و اصلا از بقیه سفر چیز دیگه یادم نمیاد، انگار که یه هدیه اسکار بهم داده. و دیگه همش تو فکر این سوسکه بودم تا وقتی که برگشتم خونه. حالا اونم باز جالب، خواهرم برگشت به من گفت که دلت میخواد این نفر رو تو رو بندازه تو کابینت آشپزخونه درو ببنده؟ و من دلم سوخت و سوسکه رو گذاشتم توی ایوون توی آفتاب و بعد از چند دقیقه رفتم دیدم نیست، ولی هیچ وقت نفهمیدم گرم شد و پرواز کرد رفت یا اینکه یه پرنده اومد خوردش، نمیدونم. یه خاطره خیلی پررنگ دیگه ای که دارم از باز دوباره حیات خونه مادر بزرگم. من خونه هایی که توی دوران بچگی در واقع اونها رو بازدید کردم، توی اونها بزرگ شدم، خود فضای خونه ها به سختی یادم میاد ولی حیات ها رو به وضوح یادمه. تک تک باغچه ها، تک تک موزیکا کامل میتونم من نقشش رو بکشم بخاطر اینکه ساعت خیلی زیادی توش داشتم توی باغچه این برامر و تاثیرش رو خواهم گفت. یکی از موجوداتی که خیلی زیاد باشون خاطر دارم گلای لاله عباسی هن. به خاطر اینکه دونش، شکل دونش خیلی برای من شگفت انگیز بود. یه عالم گل لاله عباسی تو حیاط خونه مادر بزرگم بود و ما اون موقع دیگه آماده بودیم تهران تابستون که میرفتیم اونجا. من یکی از مهمترین تفریحاتم این بود که این دونه ها رو جمع بکنم. هیچ کاری هم باشون نمی‌کردم، صرفاً جمع می‌کردم، صرفاً از تماشای شکلشون لذت می‌بردم. این شکل دونه که عین نارنجه که منم مثل خیلی از پسر بچه‌ها چون از جنگیدن خیلی خوشم میومد، بر همین خیلی دوست داشتم جمع کردن این دونه ها رو. یه بار وقتی که برگشتم تهران، توی تهران خونه ما یه خونه طبقه سوم بود که توی آپارتمان که حیاط نداشت. من یه جعبه سوهان برداشتم با فویل آلومینیوم جلش کردم و از هر گلدونه مادرم از هر کم یه باشو بیا وشکی خاک دوزیدم، فکر میکردم مثلا عصب دوام میکنه و پرش کردم و یه باغچه ساختم و دونه لاله عباسی رو کاشتم. برای اولین بار یه چیزی کاشتم و خب چون تجربه نداشتم دلم نمیومد زیر خاک بکنم، فکر میکردم زورش نمیرسه جوونه بسن. و بعد از چند روز این دونه شکافت و یه ریشه سفید اومد بیرون. نمیدونم چند روز و چند ساعت من به این خیره شدم، به این پدیده شگفت انگیز. انگار دارم شکافت هسته‌ای رو تماشا میکنم و البته که معتقدم واقعا به همون اندازه شگفت انگیز و یکی از واقعا شگفت انگیزترین اتفاقات دنیای ماست که هر روز اتفاق میفته و ما انگار عادت کردیم نمیبینیم. خیره میشدم اینجوری بهش و اون موجودات ظریفی که الان میدونم بهش میگن تارای کشنده رو تماشا میکردم که چقدر ریزن و با خودم تصور میکردم احتمالاً از طریق اینا آب و جذب میکنه. و روزها و روزها و ساعتها من به این خیره میشدم. خیلی از بازیهای دیگه اون دورانم واقعا چیزی یادم نمیاد ولی این اتفاقو به وضوح به خاطر میارم. باز دوباره تو همون حیات خونه مادر بزرگم که خیلی حیات مهمی بوده برای من، یه درخت توت پشت سر من، خیلی باهاش بازی میکردیم، میرفتیم زیرش، از تنش میرفتیم بالا ملق میزدیم میایم پایین. ولی یکی از مهمترین قسمتاش این بود که از خود درخت مستقیما توتو میشیدیم و میخوردیم، نه مثل بقیه میوه‌ها که پدر مادر رو میخریدن و میشستیم، خودمون از درخت میکندیم. خیلی حس فوق‌العاده‌ای داشتیم که خودمون مستقیم از درخت توتو بچینیم و بخوریم. خیلی خیلی اتفاقات مختلف از جمله 13 بدرا. توی 13 بدرا من یه کار ثابت داشتم تقریبا، اینکه از خونه شیشه مربع و شیشه سوسای مادرم میگرفتم میشستمشون با خودم میبردم این برانور، توش حشره و نمیدونم حلزون و اینجور چیزا مینداختم. اولین باری که حلزون دیدم فکر میکنم یه موجود فضایی دیدم. حالا مثلا خود حلزون در واقع خود صدف خالیشو دیده بودم ولی اولین بار که یه حلزون زنده داریم گذاشت جلوی من، اینجا اصلا بازیمو ول کردم، دراز کشم روی زمین و خیرشم انگار که واقعا یه موجود مریخی دارم تماشا میکنم. انقدر اون شکل متفاوتش و اون لذتش و اون مثلا حرکات دودی مانندش و شفافیتش خیلی برام عجیب بود. و این عکسی که میبینین یه سال من توی 13 بدر شروع کردم گلا رو جمع کردم توی جعبه شیرینی. اولش همه چیز از نظر من علف میومد. متو وقتی که یکیشو جمع کردم اول گلدار اون گلدارا رو جمع کردم. به نظرم فقط گلدار بنفش بود و گلدار زرد.
بعد که جمع کردم ای یه گل زرد دیگه هم هست، بعدم ای چند جور گل زرد هست. بعد یواشاش اونایی که گل نداشتن شکل برام پیدا کردن، تفاوتشون رو متوجه شدم و هی برگای مختلف گیاهای مختلف، و من یک انبوهی از گل و گیاه اون سال جمع کردم. البته که چون پرس کردن گیاهو بلد نبودم همه‌شو نهایتاً گذاشتم دم در، ولی تجربه کالکشن و جمع‌آوری خیلی بی‌نظیر بود برای من. و توی یکی دیگه از خونه هایی که توی تهران داشتیم که حیات داشت و باز دوباره اون حیاتم خیلی ماجراها داشتم، من یه درخت زردالو داشت که همونطور که می‌بینید من تقریبا بالای این درخت لونه کرده بودم دیگه، هی مرتب می‌رفتم اونجا تخیل می‌کردم اونجا برای خودم، سعی می‌کردم با پرنده‌ها دوست بشم، ولی خب اونا زبان من نمی‌فهمیدن، من دوست نمی‌شدم. نمی‌دونم لونه براشون درست می‌کردم، کارهای مختلف. تو اون حیات با لیسه آشنا شدم و یک عالمه خاطره. راهنمایی بودم اون موقع تو همون سالا، یه کلکسیونی از عنکبوتا داشتم. با همون شیشه مربعهای خالی مادرم اونا رو میشستم، چون عنکبوتا رو میتونستم پیدا بکنم توی حیات، گوشه زیر زمین، کنار انباری تار میزدن و خیلی موجود جالبی بود برام. روش شکار کردنش اینکه تله میذاره برای حشرات خیلی هوشمندانه بود از نظر من. و یه مثلا یه میزی داشتم که تو طول سال تحصیلی یه طرف کتاب بود یه طرف دفترها، بعد تو طول تابستون جمع‌آوری میشد و شیشه عنکبوت جاشو میگرفت. یواش یواش که بزرگتر شدم سعی کردم که، یعنی احساس نیاز کردم خب اوکی من که این همه در واقع حشرات و بندپایه مختلف رو جمع آوری میکنم، صرفا در حد یه بازی انگار یه علاقه است، کاربردی ترش بکنم. تلاش کردم که مثلا یه مقدار اون کارم رو علمی تر بکنم. عنکبوت‌ها رو مثلا برای خودم دسته‌بندی کرده بودم، اونا که لعاب بزرگ دست پای بلند دارم، اون یکی که مثلا دست پای کلفت دارم، غیره و غیره، و هی سعی میکردم ماجرا جدی تر بشه. توی یک فرصتی که در واقع به وجود آمد، یک زمینه پیش اومد که بخوایم یک کار پژوهشی انجام بدیم تو دوران مدرسه، و من گربه سانان رو انتخاب کردم و دیگه یواشاش وارد فضای جدی شدم، چون خب سه تا حیوان من خیلی زیاد دوست داشتم به عنوان پسر بچه که روحیه خشن داره، یوز پلنگ و عقاب و کوسه رو خیلی دوست داشتم به عنوان شکارچیان ماهر حوزه های خودشون. و یوز پلنگ اینکه یک حیوان میتونه با سرعت 110 کیلومتر حالا اون موقع توی منابع مینوشتن 110 کیلومتر در ساعت بدوه، خیلی برای من شگفت انگیز بود. فکر میکردم مثلا دروغ افسانه است، بعد دیدم هی چه جاهای مختلف خودم دیدم نه واقعا یه همچین حیوانی وجود داره. و یواش یواش تصمیم گرفتم کاری برای این حیوان انجام بدم که 14 سالم بود با موزه داراباد آشنا شدم که در واقع اونجا فعالیت‌های داوطلبیمو شروع کردم، و حالا ماجرهایی که پیش اومد تونستم ارتباطات بین‌المللی برقرار کنم تا نهایتاً سال 80 اون انجمن رو با دوستام تأسیس کردیم. اما چی میخوام بگم؟ من نمیخوام بگم که با ارتباط با برقراری ارتباط بچه با طبیعت یک سری متخصص حیات وحش یا یک سری متخصص محیط زیست تربیت بکنیم. دنیا خیلی احتیاج نداره که همه متخصص محیط زیست باشن، اما احتیاج داره که همه به محیط زیست اهمیت بدن. ما الان توی دانشکده پزشکی هستیم، مثل این حرف من مثل اینه که قرار نیست همه مردم دنیا پزشک بشن، اما لازمه که همه به بهداشتشون اهمیت بدن. و اهمیت دادن به محیط زیست با آموزش اتفاق نمیفته. ما الان خیلی داریم سعی میکنیم که نیاز در واقع این کمبود اهمیت دادن به محیط زیست رو با آموزش جبران بکنیم، در حالی که آموزش یک محدودیتی داره. ما اگر که تو سنی که باید ارتباط بچه ها رو با وسایل خیلی ساده با طبیعت برقرار بکنیم، بچه اون راهی که باید خودش میره، اون کاری که باید خودش انجام میده و اون حساسیت اگر که به وجود بیاد خودش اون رعایت هایی که لازمه رو باید انجام میده. همه ما آدم ها در هر جایی که زندگی میکنیم به فراخور معیشتی که داریم، به فراخور کسب و کاری که داریم، به نوعی روی محیط زیست تأثیر میذاریم. اگر که اهمیتونو بدونیم، بهتر بگم اگر که حس کرده باشیم وابستگی خودمونو به محیط، اون تأثیر رو به شکل مثبتی خواهیم گذاشت. اما اگر که اونو حس نکرده باشیم، بچه‌هایی شده باشیم متاسفانه مثل نسلی که الان داره به بار میاد، توی آپارتمان بزرگ شده با لپتاپ و تبلت بازی کرده به دور از فعالیت اجتماعی و و و، من نمیدونم در آینده چه بلایی سر محیط زیست میاریم. نسلهای قبلی که در واقع انقدر توی طبیعت سر کار داشتن و در واقع ارتباطشون مستقیم تر بود، الان این وضع محیط زیست ماست با این مسائل بزرگ محیط زیستی که توی کشورمون دست به گریبان هستیم باش. اما این ارتباط با طبیعت چطور میتونه اتفاق بیفته؟
خیلی کار پیچیده ای نیست. کافیه اجازه بدیم بچه ها توی طبیعت ولگردی بکنن. طبیعت اونقدر غنی هست و ماجراهای توی طبیعت اینقدر پیچیده هست که برای هر کس چیزی برای یاد دادن داره. این طبیعت لازم نیست حتما یک منطقه حفاظت شده یا یک پارک ملی باشه که پسرم بیایی بریم پارک ملی مثلا با طبیعت ارتباط برقرار کن. نه، میتونه باغچه حیاتی یه خونه باشه، میتونه یه پارک باشه، میتونه یه زمین رها شده با گیاه‌ها و حشراتش باشه، میتونه نمیدونم هر برشی از طبیعت میتونه باشه که نه مکان خاصی میخواد نه زمان خاصی میخواد. فقط لازم ما پدر مادرها، من نه البته هنوز، ولی شما پدر مادرها بچه ها رها بکنید توی طبیعت و اجازه بدین که خودشون ارتباط برقرار بکنن. هر سلیقه‌ای با هر نوعی از دقت به نحوی ارتباط برقرار میکنه. یه موقع یه نفر یه گل میبینه، از دور از توده گل لذت میبره و تماشاش میکنه، یه نفر میره بوش میکنه از بوش لذت میبره، یه نفر میاد یه عکاسی ماکروگرافی از اون پرچماش میگیره و لذت میبره. اونقدر این منبع بی نهایت هست و ما توی این منبع تا میلیون ها سال تکامل پیدا کردیم و زندگی کردن رو یاد گرفتیم که هم برای همه ما حرفی برای گفتن داشت. و نه تنها این سبک کار، نه تنها نسلی حساس نسبت به مسئله محیط زیست تربیت خواهد کرد، بلکه افرادی رو به بار خواهد آورد که حل مسئله بلدن، افرادی بار خواهد آورد که خلاقیت بالایی دارن. به خاطر اینکه وقتی که ور میرین توی طبیعت، توی نمیدونم باغچه اینور به یه چیزی، هی سوال براتون به وجود میاد، هی با مسائل مختلف سرکار پیدا میکنین که سعی میکنین اونها رو حل بکنین و هی موضوعات رو از زوایای مختلف بررسی میکنین و این منجر میشه که نه تنها نسلی علاقه من به طبیعت داشته باشیم و محیط زیستی سالم در واقع داشته باشیم، که حتی افرادی موفق‌تر، خلاق‌تر، اجتماعی‌تر و اهل حل مسئله‌تر، در واقع موفق‌تر در حل مسائل پرورش بدیم. در پایان من می‌خواستم یک هدیه‌ای بدم، فصلش نبود متأسفانه، ولی اگر که من هنوز انقدری بودم و یک نفر این هدیه رو به من می‌داد، قطعاً از شدت هیجان منفجر می‌شدم و اون یک شیشه پر قاصدک بود. تقدیم به همه بچه های زن.